سلام به بکس خفن دنیای وارکرفت توی این ویدیو قرار در مورد یه خبر جدید و یه خبر خیلی مهم توی دراگون فلایت صحبت کنیم حتما این ویدیو رو با من همراه باشید خب برای بکس من الان توی سایت ووهد هستم لینک این قسمت از ووهد توی دیسکریپشن میذارم که هر کسی خواست خودش بیاد دقیق از اول تا آخر بخونه ببینه چی نوشته این روزا انقدر خبرهای جدید میاد پای و خبرای مهم که انگار هر روز باید ما یه ویدیوی خبر جدید داشته باشیم به هر حال یه خبر خیلی خیلی خوب اومده برای بکس برای تغییراتی که ما توی شغلها توی دراگون فلایت خواهیم داشت اگه کسی شدولند رو بازی کرده باشه میدونسته که با شغل هربالیزم یا شغل ماینینگ یا شغلی مثل اسکینینگ شما میتونستی لیول کنی یعنی میرفتی اسکین میکردی بهت اکسپی میداد یا میرفتی هربو ماین میکردی تو مپای شدولند بهت اکسپی میداد ولی خب انقدر ایکس که میداد پایین بود که هیچ کی مثلا نمیگفت آقا برو میخوای هیرو تو لول کنی برو هربوماین کن مثلا سریعتر لول شی یا مثلا میگفت مثلا بگه برو اسکین کن که زودتر لول شی و هر کسی میخواست لول کنه بهش میگفتیم آقا برو دانجن بزن برو کوست بزن سری شست کن بعد برو حالا سراغ فار ولی تغییر بزرگی که ما تو دراگون فلایت داریم همونطور که اینجا هم نوشته به غیر از این شغلای حالا هربالیسم و ماینینگ و اسکینینگ اینو که خودش از قبلم لول اپ میاد لول اپش خیلی زیاد نبود جدیدا قراره که شغلهای کرافتینگ برای بکس به همون بده و ایکس خیلی زیادی هم قراره بده به طوری که بچا همونطور که می‌بینید اینجا نوشته شما از لول 60 تا لول 66 همونطور که می‌بینید تا لول 66 دقیقا اینجا نوشته فرام لول 60 تا لول 66 توی نیم ساعت میتونید برید یعنی تو نیم ساعت میتونید دیدتون از لول 60 تا 66 لول اپ کنید خیلی خیلی این خبر بزرگ و مهمیه توی نیم ساعت چطوری حالا شما شغل کرافتینگ برای هیروتون دارید برای مثال جول کرافتینگ میرید متریال اولیه‌اش رو از اکشن هوس میخرید حالا یا خودتون با کاراکتر دیگه‌تون فارم می‌کنید میایید متریال میدید به اون کاراکتری که لول 60 و سری تونتون فقط شغل جیول کرافتینگش رو لول میکنید با لول کردن شغل جیول کرافتینگش خود هیروتون هم لول میشه و خیلی راحت میاد بالا یه تغییر خیلی بزرگ و خیلی خوبه بچه این تغییر که الان شما خب یه کرکتر اول کرکتر مینتون که قطعا باید برید لول کنید حالت عادی یعنی کلا بازی اینجوری طراحی شده که کرکتر اولتون رو باید برید تمام کوستای کمپین رو براش بزنید همه چی رو براش باز آزاد کنید باز کنید بعد از کاراکتر دوم که کاراکتر آلتتون باشه دیگه نیاز نیست برید کوستای کمپین بزنید خیلی ازم سوال میکردن که آقا ما الان مثلا به ما گفتی چهار تا بیار بالا ولی ما الان چهار تا کاراکتر رو چه جوری هر چهار تاشو هفتاد کنیم طول میکشه یه ما مثلا بخوایم چهار تا هفتاد کنیم ما به زور بتونیم یه کاراکتر سری هفتاد کنیم بخی دراگون او اومد اون بقیه دیگه یوزلس و به درد نخور میشه که من جوابی که داشتم بهشون میگفتم خب شما کاراکترهای بقیتون قرار نیست لول اپ کنید فقط کافیه 60 باشه ببریش تو مپای دراگون فلایت شغل هایی که نیازه رو براش بگیری فقط شغل هاشو لول کنی و خبر خوبی که الان داریم اینه که شما با لول کردن شغل های آلتت که به همین دلیل هم اونا رو ساختی خود به خود کاراکترات هم لول میشن دیگه یعنی بچه ها این خبر خبر خیلی مهم و خبر خیلی خوبیه و حتی اگه کسی بخواد حتی مثلا به خاطر هر دلیل دیگه ای تو دراگون فلایت یک کاراکتر آلت بیاره بالا بهتره که شغل لول کنه از لول 60 تا 66 توی نیم ساعت احتمالا از لول 60 تا 70 کلا یکی دو ساعت طول بیشتر طول نکشه دیگه وقتی اینجا زده شما از لول 60 تا 66 میتونید تو نیم ساعت لول اپ کنید خیلی خیلی خبر خوبی امیدوارم نرف نشه و این بهمون خیلی کمک میکنه که هم کاراکتر آلت زود لول کنیم هم واسه بچه‌ای که دارن واسه دراگون فلایت آماده میشن سه چهار تا هیرو مثلا آماده کردن که باهاشون شغلای مختلف بگیرن دیگه نگران لول اپ کاراکتر آلتتون نباید باشید کاراکتر اولتون رو لول اپ میکنید حالا با کوست کمپین که باید حتما بزنید کاراکتر دوم سومتون همون شغلایی که حالا تو ذهنتون بوده براش بگیرید و میرید میگیرید شروع میکنید لول اپ کردن شغل کرفتینگش شیروتون هم سریع لول اپ میشه دمتون گرم که این ویدیو رو تا انتها همراه بودید سعی میکنم همیشه جدیدترین اخبار و مهمترین اخبار رو خیلی سریع آپلود کنم پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا یه ویدیوی دیگه فعلا پیس